سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید شالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب تهران، یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن، بعد از ظهر آفتابی اما اندکی سرد واشنگتن، با شما عزیزان خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای انقلاب اسلامی در ایران و بر سفره مردم ایران و همینطور بر نقش سپاه پاسداران برآمده از انقلاب اسلامی در حیف و میل سرمایه‌های ملی ایران و مردم ایران نگاهی گذرا خواهیم داشت و ابعاد فساد مالی در جمهوری اسلامی و نیز به خوزستان خواهیم رفت. طوفان شن در خوزستان، چرا حکومت فقیه از اقدامی مؤثر در این زمینه ناتوان است؟ آنچه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در مورد صدور انقلاب اسلامی میگوید و سخنان ملای شیعه احمد خاتمی در نماز دولتی جمعه امروز درباره برنامه اتمی حکومت فقیه در ایران و چشمانداز مذاکرات اتمی با من و شما هستند، چون جمعه شبهای پیشین در تفسیر خبر در لندن استودیوی ایران فردا آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا با شما عزیزان خواهیم بود از استودیوی تفسیر خبر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود جناب چالنگی عزیزم، درود دکتر محسن سازگارای نازنین و همه بینندگان برنامه تفسیر خبر پر بیننده در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. و سلام به شما آقای سازگارا در واشنگتن. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوری‌زاده، امسال سالگرد انقلاب اسلامی به نظر می‌رسید، برخی از گزارش‌ها نشونه اونو داشت، اونطور که حکومت توقع داشت در اصل نبود. حالا در دستگاه تبلیغاتیش چه گفت و چه تبلیغ کرد بحث دیگری است، ولی در واقع آنگونه که منتظر بودن مانند سالهای اولیه پس از انقلاب چشمگیر نبود برای و اطمینان بخش برای کسانی که در حکومت ایران، یعنی کسانی که در ایران حکومت میکنن. تفسیر شما رو درباره اون چه که دیدید و دقت کردید میشنویم. جناب چالنگی، یه تصویری به نظرم هم شما هم آقای سازگارا یادشون هست، در بعضی از این مغازه های قدیمی، خاربار فروشی یا غیره، یه عکسی گشته بودن عاقبت نقد فروش. یه نفر نشسته بود که معمولا کلاه انگلیسی سرش بود، خیلی سمین و شاد و سرحال، و رو میزش میوه و شیرنی و غیره و کیسه های پول همینجوری انباشته بود، و اون طرف زده بودن عاقبت نسیه فروش. یه گاوصندوق درش باز بود، توش خالی، نمای گاوصندوق رو داشت اما خالی. اون مرد کتشلوار تنش بود اما به تنش زار میزد و ناله و چیزش هوا بود، کیسه های خالی روی میزش بود و پشقاب‌های با یکی دو تا میوه گندیده، و این عاقبت نسیه فروش بود. جمهوری اسلامی علاوه بر نسیه فروشی دروغ فروشی هم کرده 36 سال. از همون ابتدا بنا کج بالا رفت، با فریبکاری، با دروغ، وعده هایی که آقای خمینی در پاریس داد و همون فردای انقلاب زیرش زد،
به ارتشی ها گفت آقای خودتون باشید، جنرال ها، به مردم به پیوندین، پیوستن، اعدامشون کرد. به دولت مردان گفت، اعدامشون کرد. هویدا رو کشت، نیکخا رو کشت، جهانبانی رو کشت، آزمون رو کشت، روحانی رو کشت، خیلی آدمای دکتر عاملی تهرانی رو کشت، جعفریان رو کشت و خیلی ها و خیلی های دیگر. و بعدم مبنا همش رو دروغ بود. جنگ و ارتش و سپاه با دلاوری و رشادت بردن. صدام مفلوک با دادن 35,000 اسیر در فتح الفتوح خرمشهر به التماس افتاده بود، جنگ و پایان ندادن، به دروغ گفتن بله ما دو روز دو قدم دیگه میریم برای گرفتن خسارت، در حالی که هدفشون فتح قدس بود اونجور که میگفتن از راه کربلا. جنگ رو با خفت و خاری پایان دادن، جام زر سر کشیدن، گفتن ما بردیم، ما برنده ایم جنگ. اگر آمریکای جهانخوار مرگ بر آمریکا به دادشون نمیرسید و صدام و طالبان رو نابود نمیکرد، خدا میدونه امروز اینا در چه وضعی بودن. بنابراین همه چیز بر مبنای دروغ. احمدی نژاد رو به عنوان مردی از دل مردم برخواسته آوردن غالب کردن، بزکش کردن، توالتش کردن و آوردن این عروس هزار داماد رو به ملت ایران به عنوان باکره دادن، غالبش کردن. آقای احمدی نژاد کشور رو به گن کشید با دزدی ها، با جنایت ها، سیاست خارجی خراب، ارتباط خراب. بعد آقای روحانی اومد و این مردم خسته، مردم داغون، ویران، آزرده دوباره یه لبخندکی زدن، امیدوار شدن. آقا این قیافش فرق میکنه، قباش اتو کشیده است، عمامش آنکادره است، ریششو تریم کرده، معلوم آرایشگر میاد ریشش رو صبح به صبح تریم میکنه، کفش رو واکس زده است، هاکوپیان میپوشه مثل آقای خامنه ای. پس این ممکنه یه تفاوتهایی با دیگران داشته باشه، شبیه خاتمی بشه. رفتن رأی دادن، 18 میلیون حداقل رأی دادن و آقای روحانی آمد. من نمیگم روحانی آدم بدیه یا خوبیه، حتما یه کسی که رئیس جمهوری میشه دلش میخواد تو قلب مردمش جا داشته باشه، وقتی ترک میکنه صندلی رو تاریخ ازش به نیکی یاد بکنه. اما رژیمی که قابل اصلاح نیست، رژیمی که از ابتدا آقای خمینی بر دروغ پایه گذاشت، هنوزم با دروغ این بنا کج رفته، درست هم نمیشه، نه به دست خاتمی، نه حتی اگر آقای میرحسین موسوی به حقش رسیده بود میتونست این نظام رو بدون عبور از مسلمات این نظام اصلاح کنه. بنابراین متاسفم که 36 سال ملت ایران رنج کشیده، سه جنریشن اومدن و در این رنج شریک شدن با پدرانشون و همینه که وضعم داریم میبینیم. دستمون با آسمون، خدایا و بخیر یه کاری بکن دیگه، نمیخوام تا انقلاب مهدی آقا رو نگهداری، ولی سرنوشت ما رو یه کاری بکن. بخشی از صحبت های نورزاده یادآور این حرف این سخن هست که خشت اول گر نهد معمار کش، تا سریا می رود دیوار کش. این بخشی از صحبت شماست آقای نورزاده؟ بله بله قربان. بله. خب آقای سازگارا شما چرا مخالفید؟ بله آیا چنین هست نیست؟ من این حرف آقای نوریزاده رو در واقع مخالف نیستم، تعمیمش میخوام بدم، یک کمی بزرگترش بکنم، ببرمش عقبتر، یعنی آناتومیش بکنم و ببینیم که پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد و این دوگانه‌ای که در خاورمیانه داریم، دیکتاتوری های نظامی، اسلامگراها و بین این دو دست در واقع میچرخه، آیا عقبتر ما میتونیم ریشه یابیش بکنیم این پدیده چگونه شکل گرفته؟ به نظرم اگر بریم عقبتر در واقع فکر این که ما برگردیم به اسلام نخستین، اسلام شریعت مدار و احکام فقهی و مشکلاتمون حل میشه، شکستی که در مقابل دنیای جدید غرب، دنیای اسلام خورده درمان میشه،
دست کم میشه تا زمان جنگ بین الملل اول عقب برد و از بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی این فکر در تمام دنیای اسلام نضج گرفت که ما اگر برگردیم و احکام اسلامی رو اجرا بکنیم دوباره اسلام به اوج تمدنش میرسه، آقا میشه، نیرومند میشه و طعم زیر دست شدن و تلخی استعمار رو که چشیده اینطور میتونه بهش غلبه کنه و کنار بگذاره. این فکر در مملکت ما دست کم وجود داشت و آروم آروم در دهه های 30 و 40 شمسی به خصوص با مسلط شدن چپ و افکار مارکسیستی به روشنفکری کشور و البته مد روز بودنش در دنیای اون روز عملا تبدیل شد به یک نوع قرائت ایدئولوژیک انقلابی از اسلام که در دهه 40 شمسی 60 میلادی در کشور ما به نظر من تکامل پیدا کرد، با کارهای مرحوم دکتر شریعتی شاید بشه گفت به اوج خودش رسید. کثیری از کسایی که در این مقطع مطلب نوشتن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن همین فکر رو دنبال کردن. بنابراین انقلابی گرایی و رفتن به دنبال یک انقلاب شکل دادن اون هم بر اساس اسلام فکری بود که از اون بستر حرکت کرد، بستر بازگشتن به اسلام نخستین، ولی در واقع ژن انقلابیگری از روی مدل انقلاب بلشویکی بهش اضافه شد و عملا موتور محرکی پیدا کرد. همین فکر البته وجوه دیگه هم کم و بیش بهش اضافه شد، مثل چیزی که از میراث جبهه ملی مانده بود، نه شرقی نه غربی، در واقع روی دوش موازنه منفی دکتر مصدق و اینکه ما نفی شرق و غرب رو باید بکنیم، بازگشت به خیشتن باید بکنیم و این بازگشت به خیش طبیعتاً به شکل بازگشت به اسلام خیلی خیلی روشن خودش رو نشون داد و برگشتن به طبقات سنتی جامعه، یعنی شما حتی به فیلم فارسی ها که قشری ترین شاید لایه تولید فرهنگ در دهه 40 و تا حدی هم دهه 50 هستش برگردید میبینید شاید تمام خطوط انقلاب اسلامی درش هست. آدم خوبه بچه کارگر است، بچه فقیر است، آدم بده پول داره است، یه خارجی پشت اون آدم بده نشسته و طبقات سنتی قهوه‌چی، درشکه‌چی، غیره، اینا همه خیلی خوبن. بازگشت به روستا، بازگشت به پشت به مدرنیته کردن و البته روحانیت رو هم نشون نمیخواستن بدن در فیلم ها، وگرنه از همین مسیر و همین فرایند روحانیتی که پدرای ما در مشروطه از دستش فرار کرده بودند، به روشنفکرای حتی بیدین مشروطه حاضر بودند پناه ببرند و روحانیت سنتی رو کنار زده بودند، به این ترتیب آب کشیده شد، برگشت دوباره و حسب معمول روشنفکرا که برای چه ترتیبی آقای سازگار اشاره کردین برگشت، ببینین هم خود شما برگشتن به خیشتن و برگشتن به طبقات سنتی و هرچی که سنتی تر در مقابله با مدرنیته ظاهرا مطلوب تر، در نتیجه روحانیت هم عملا مد روز شد، آب کشیده شد از مشکلات فکری که پدرای ما در مشروطه دست کم فهمیده بودن و پشت کرده بودن بهش و جسد شیخ فضل الله نوری بر سر دار نه به نشانه آنچنان که آل احمد میگه تسلیم در مقابل غرب زدگی، بلکه به نشانه خیانتی که شیخ فضل الله به آرمان مشروطه خواهی کردش، آرمان مدرنیته کرده بود و در بغل مستبدی مثل محمد علی شاه نشسته بود و به در کشتن مشروطه خواها شریک شده بود و این برگشتن به نظر من در دهه 50 که نسل منه در واقع دیگه وارد دانشگاه شدم من سال 52
اون نسل عملا دیگه چیز فکری درخوری اضافه نکرد به میراثی که در دهه 40 تکامل پیدا کرده بود. یعنی همون ژن انقلابیگری چپ ولی تزریق شده بود. تزریق شما شده. کمونیستی گفتید. کاملا کاملا. یعنی یه چیز مارکسیست اسلامی اینجاست که معنی پیدا میکنه. مارکسیست اسلامی حالا اصطلاح خاصی بود که حکومت به مجاهدین، حکومت شاه به مجاهدین خلق اطلاق میکرد که خیلی خیلی روشن مارکسیزم رو پیوند زده بودن با اسلام. به اون غلظت شاید اتفاق نیفتاد بود، ولی مدل در واقع انقلاب های دهه های قبل قرن بیستم رو گرفتن و آثار کسانی که این حرف ها رو می زدن رو در به فارسی ترجمه کردن کاملا به نظر من در دهه 40 شکل گرفت. شما بهتر از مجاهدین خلق به آثار دکتر شریعتی میتونید رجوع بکنید که به حق معلم انقلاب اسلامی شد دکتر شریعتی. یعنی انقلاب اسلامی با افکار شریعتی حرکت کرد و تو اون افکار کاملا دیده میشه که شریعتی یک نگاشت یک به یک میکنه با مارکسیزم و اصرار داره که هرچی که در مارکسیزم در اسلام ما داری فقط جای لغت ها رو عوض میکنه در درس های اسلام شناسی. بله و بود پیش از آقای شریعتی هم بود در برخی از آثار که مثلا حتی امام اول شیعیان رو معتقد بودن در حزب سوسیالیست های خداپرست. بله که بعد حضرت علی امام اول شیعیان اولین سوسیالیست جهان بود. بله ابوذر غفاری بله خداپرست سوسیالیست آقای شریعتی. من فقط آقای جلنگی نکته رو عرض کنم، به نظر من در دهه 40 غیر از این یک سلسله دستورالعمل های اجرایی هم روشنفکری کشور به زعم خودش مرتب کرد. من شروع کردم میراث مندرس، مثل عرشبت ضد سرمایه‌داری بودن، ضد آمریکا بودن، ضد امپریالیسم بودن، بازگشت به روستا، خودکفایی صنعتی و مسائلی از این قبیل که این مجموعه میشد راهکار اجرایی. از فردای پیروزی انقلاب اولا من اینو عرض کنم روشنفکران نمیفهمیدن، نمیدونستن، من خودم را هم تو اون طیف قرار میدم که وقتی که در مشارکت با روحانیت بیای و شاه رو سر و سازمان روحانیت منتره همه رو کنار میگذاره. آقای خمینی به روشنفکران فکر انقلاب و انقلابیگری مال روشنفکرا بود، ولی از فردا صبحش روحانیت برای اینکه زور بیشتری داشت با بازار طبقه منسجمتر و قدرتمندتری شدن در واقع سر همه رقبا رو هم بریدن. از همون فردا آقای نوریزاده میگن شروع شد و بنایی شکل گرفت که اون فکرها به اجرا در اومد و خود حاصلش هم البته یک شکست همه جانبه شد. خب اشاره کردن آقای سازگارا به اون دوران، من یک سلسله برنامه البته پیگیر نبودیم، حتما ادامه خواهیم داشت. مردمان نازنین سرچشمه هدف اونها نیست، اونها هم در تمام مشکلات و مصیبت هایی که پیامد های انقلاب بوده یا حتی امتیازاتی اگر هست اونها هم به همون نسبت هست مردمان امروز. اما اون چیزی که آقای محمد علی رجایی عنوان کرد که ما آمده این فرهنگ سرچشمه رو حاکم کنیم، حرف قابل تأملی بود. در اینجا ما آقای سازگارا اشاره کرد، من این رو در برنامه‌های دیگه هم گفتم که بازوی تبلیغاتیش بخش بزرگی از سینمای ایران بود و بازوی تبلیغاتیش منبر ملایان شیعه بود و بازوی اقتصادیش هم بازار. و این بازوی تبلیغاتیش خب طیف مختلفی داشت، از روحانیت شیعه گرفته تا به اصطلاح مکلاهای امثال آقای بازرگان و بقیه نهضت آزادی و بقیه و به شکلهای دیگه که جای بحثش حالا فعلا اینجا نیست. اما آقای نوریزاده وقتمون کم هست و موضوعات بسیار در همون زمان اما بودند، کسانی که دنبال روی روشنفکران زمان مشروطه بودند و معتقد بودند روحانیت رو، دین رو نباید وارد حوزه سیاست کرد به یک معنی، و در برابر شیخ فضل الله ایستاده بودند. نمونه بسیار مشخص اونها شاپور بختیار بود در جبهه ملی که حتی
جدا شد از یاران پیشین خودشون که به امید کرسی همراه روحانیت شدن، مثل آقای سنجابی و بقیه نبودن. آقای بنده یه مقدار چون دکتر سازگاره مسائل رو مطرح کرد، من ناچارم یه مقدار روی اونا تعامل کنم. اولا آقای دکتر شریعتی به اعتقاد من یک آدم سرگشته حیرانه، حیرانی بود که چهار تا حرف از اینجا از اونجا اوورد، یه کلاژ درست کرد به هم چسبوند که هیچیش به هم نمیخورد، ضد روحانیت بود. بعد از اون طرف میگفتن با آقای خمینی یک ارادت خاص داره، بعدن گفتن آقای خمینی هیچ ارادت و میلی به ایشون نداره، و واقعا اگه شریعتی الان بود اعدامش میکردن. در زمان شاه بورس بهش دادن، فرانسه انگلیس اومد، فرانسه رفت، در فرانسه رفت درس خون، ولی در زمان خمینی اعدامش میکردن به طور قطع. آقای شریعتی بدعتی رو گذاشت و پایه‌ای رو گذاشت که به اعتقاد من حتی هماهنگی‌هایی با اندیشه اخوان المسلمین نداره. شریعتی مارکسیسم و لباس اسلام تنش کرد و داد دست این بچه مجاهدا که امروز به جان ما بیفتن. رهبری فرهمند، رهبری استالینی همیشه جوان با رنگ مو، همه همیشه جوان، و این رهبری فرهمند رو از مارکسیستا گرفت. بعد اومد دوباره اصول اقتصاد توحیدی، همین برنامه‌ای که بعد یه گوشش هم آقای بنی صدر به نوع دیگری دنبالش رفت. یک مش حرفای بی‌معنا بی‌منطق کنار هم چسبوندن. اما اونا که انقلاب کردن مخاطبان شریعتی نبودن، مگه اونا چقدر بود تعدادشون؟ انقلابو کسانی کردن که اومدن پای تخته آخوندا نوشتن که عکس مار رو کشتن، گفتن این ماره، و اونم براشون دست زد. ببینید خمینی چقدر آدم زیرکی بود و در این حال بی صفا و فریبکار. در بهشت زهرا اولین تمرکزی رو که گذاشت روی نان و گوشت و آب ارزان و مسکن بهتون میدیم. شما از فاصله روز بازگشت خمینی که اون حرفا زده شد تا روز 22 بهمن طرفداران انقلاب دو برابر شدن. به هم میگفتن، من یادم کارگرای روزنامه اطلاعات میمدن اگر یک خبر از زنده یاد دکتر بختیار تو صفحه اول داشتیم اعتراض میکردن. مرحوم مژده بخش میمد میگفت آقا کارگرها حروف نمیچینن، میگن شما امامو بزنی حرفاشو، امام میخواد به ما خونه بده، امام میخواد به ما خونه بده، در حالی که خیلی هاشون مرحوم مسعودی براشون خونم درست کرده بود. میخوام بگم ملت طمعکار به عشق نون و گوشت و آب مجانی و فعلا اینا رو بذاریم کنار، خب تماشاگرانه. اما رهبران سیاسی چی آقای؟ از معلوم به اونا، به اونا سنجابی چی؟ معلوم به اونا هم میرسم. سلاح ایشون آقای مصدق، دکتر محمد مصدق، اونجایی که صلاح ملت به تشخیص خودش ایشون بوده پشت کرد آقای کاشانی. آقای اجازه اگه بدیم من میگم، بله اجازه بدیم به اونا هم میرسم. تماشاگران فیلم فارسی که بعداً رؤسای کمیته ها و اعضای کمیته ها شدن، بنا به گفته یک بانوی هنرمندی که هر من و شما خوب میشناسیمش، میگفت وقتی ما رو بردن اونجا یه چادری به ما داده بودن سرمون کرده بود که تو اونجا نشسته بودیم، حالا با یه چادری. این دو سه تا بچه‌هایی که اونجا نشسته بودن 24 ساله، میگفت اینا با چشاشون داشتن ما رو میبلعیدن. یعنی معلوم بود اینا فیلم های ما رو رفتن، ما رو با مایای دو تیکه یا رقص و آواز دیدن و الان ما جلوشونیم، از ذوق نمیدونن چی کار بکنن. میخوام همین، میخوام بگم براتون خودمون یادمونه کیا تو مدرسه علوی و مدرسه رفاه جمع شدن، کیا چرا رهبران. متاسفانه در کشوری که تربیت سیاسی و ممارست سیاسی نباشه، ببینید ما یه دو تا حزب داشتیم، مردم و ایران نوی، یه حزب پانیرانیست هم سوم که سه تا نماینده داشت یا دو تا پنج تا. همین سیستم ناقص بسیار سیستم خوبی بود که بالاخره یه عده جوون میرفتن حرکتی ممارستی روزنامه مردم که خود شما توش مینوشتید و چقدر زیبا صالحیار درش میورد و یه ممارست حزبی میشد. بعد اومد شد رستاخیز، خب دیگه میل و رغبتی نبود، دیگه اجبار بود. اما بعد از مدتی همون رستاخیزم با جناهای مختلفی که توش ایجاد کرد
عرصه‌ای شد برای اینکه یه عده بیان ممارست کنن، کار سیاسی بکنن، به هر حال یاد بگیرن. بیرون از این مجموعه، بیرون از اینجا، آنچه به عنوان اپوزیسیون بود جز جلسات هفتگی و دو هفته بار در خانه های همدیگه کاری نداشتن. حتی آقای سنجابی وقتی رفت با پادشاه ملاقات کرد، برگشت به خونش و اعضای جبهه ملی اونجا جمع بودن که ایشون بیاد گزارش بده که چه اتفاقی افتاد. و جالب اینو براتون بگم که وقتی سنجابی برمیگرده میگه من به پادشاه گفتم شما دو ماه برو بیرون ما اوضاع رو سامان بدیم، گفت نه من هم امریکا نمیرم بیرون. یعنی تا اونجا شاه مصمم بوده نره، ولی بعدن حالا چه اتفاقی میفته میره. منظورم اینه رهبران سیاسی ما غیر از زنده یاد دکتر بختیار و صدیقی و دکتر امینی، بقیه ارزه اداره کشور نشتن، ممارست سیاسی نکرده بودن. آقای دکتر سنجابی 25 سال بود تو خونش نشسته بود. بنابراین شما به طمع کردید مردم، بله ممکنه کسی به طمع یا به دین و ایمانش، دیده روحانی شیعه است، دروغ هم نمیگه، اعتقاد داره، قرار حکومت اسلامی اون گونه که ایشون مثلا معتقد هست برقرار کنه، اون قابل فهمه. اما رهبر سیاسی که برای مشروطه و گفته به اصطلاح از اخلاف اعتصام الدوله و اعتصام السلطنه بقیه هست، از روشنفکرای زمان مشروطه هستن، پشت سرش مصدق رو داره که زمان لازم از کاشانی جدا میشه به دنبال جمهوری اسلامی که رفتنی که محتواش معلوم نیست. آقای دکتر قاسملو هم این رو گفت، زمان رأی گیری گفت من به چیزی که محتواش معلوم نیست رأی نمیدم. خب ببین آقای اینو چی میفرمایید؟ به هر حال حداقل کتاب آقای کسروی تاریخ مشروطه که ممنون نبود، روبروی دانشگاه چاپ 16ام 17امش هم شده بود، اونجا دیگه کاملا روشن بود سلف آقای خونگی در اونجا چه کرده بود. ببینید آقای اونو که نمیشه گفت. من از زبان دکتر علوم سیاسی در فرانسه هم درس خوندم، یا کنفدراسیون دانشجوی ایران که میشه هیچ ممنوعیتی نداشت اون چه. ببینید آقای چالنگی، شما نمیتونید بیاد یه جامعه ای رو که در هزار گوشه لنگی میزنه بیاد بگید چرا مثلا اپوزیسیونش اینجوریه. خب اپوزیسیون هم بیله دیگ بیله چغندر. انتظارتون از آقای سنجابی چی بود؟ 75 سالش بود، 25 سال حالا مشاور وزیر علوم بود، البته یه اتاق خیلی شیک داشت در وزارت علوم، خانه ای هم مثل ویلای بسیار باشکوه داشت که بنده شب قبل از رفتن پاریس تو اون کتابخونه زیرزمین باشون مصاحبه کردم که توی روزنامه اطلاعات هم چاپ شد که حضرت عالی میخواید برید فرانسه، میخواید از آقای خمینی چی بپرسید، که ایشون فرمودن که بله میخوام بپرسم حکومت اسلامی شما چیه، که میگم متاسفانه با اعتصاب مطبوعات این مصاحبه زمین ماند و بعدها من خلاصش رو چاپ کردم. کاری ندارم. آقای سنجابی یه اصولی رو که به عنوان اجرای قانون اساسی بود به همراه زنده‌یاد دکتر بختیار و زنده‌یاد فروهر در نامه‌ای که در اسفند 56 برای شاه فرستادن ذکر کردن و عملا خواستار اجرای قانون اساسی، برگزاری انتخابات و این مسائل شدن. خب قضایا طول کشید، آقای سنجابی هم پاشد رفت پاریس. چون آدم ضعیفی بود آقای سلامتیان دستشو گرفت برد گذاشت تو دست آقای خمینی. من یادم هست قطبزاده، مرحوم قطبزاده، وقتی ما تو اطلاعات تیت زدیم که آقای سنجابی اعلامیه سه ماده‌ای امضا کرد، زنگ زد گفت آقای سنجابی بی خود کرد، کدوم ماده سه ماده‌ای؟ ایشون یه چیزی رو آقا املا کردن، ایشون نوشتن امضا کردن آوردن تقدیم آقا کردن. میخوام بهتون بگم آقای سنجابی دستشو داد دست آقای سلامتیان و آقای بنی‌صدر و دو سه نفر دیگری که سالها با جبهه ملی هیچ کاری نداشتن و رفیق و یارش دکتر بختیار رو تنها گذاشت. این کار آقای سنجابی بود و بختیار در همون زمان در مصاحبه با اشبیگل اعلام کرد که باید در ایران یک حکومت سکولار روی کار بیاد. ولی خب اون توده تو خیابون حرف آقای بختیار رو میفهمیدن، توده داد میزدن بختیار نوکر بی اختیار، در حالی که با اختیارترین نخست وزیر ایران بعد از سال 32 بود، میگفتن نوکر بی اختیار. بختیار رو میگفتن تریاکی، در حالی که سیگار هم نمیکشید. عوام، عوام زدگی بر ما حاکم شده بود آقای چالنگی عزیزم، بر روشن فکرمون، بر تودهیمون، بر سوسیالیستمون و بر جبهه ملیمون، عوام زدگی.
من یک توضیح کوتاه برای برخی از بینندگان بدم، به خصوص نسل جوان. در سال 57 و پیش از اون سال 56 آیت الله روح الله خمینی برای بسیاری از اقشار جامعه نام چندان آشنایی نبود و برای بسیاری البته بود به خاطر رویدادهای 1342، اما نامی فراگیر و اینکه چه میگفت برای بسیاری به خصوص نسل جوان اون روز نبود، چندان شناخته شده نبود. اما جبهه ملی در جریان انقلاب و پیش از اون با بیرق و نام و اعتباری که دکتر محمد مصدق در تاریخ معاصر ایران داشت به میدان اومد و بنابراین کسانی مثل آقای سنجابی ایشون بر منبری نشستند که میراث دکتر مصدق بود، یا بر کرسی و یا علمدار بیرقی شدند که پیشتر در دست دکتر مصدق بود و طبعا دکتر مصدق شناخت وسیع‌تر و آشنایی بیشتری یا دست کم در حد شنیدن نامشون در سراسر ایران وجود داشت. موقعیتی برای آقای سنجابی و جبهه ملی به این اعتبار فراهم شده بود. و اما آیت الله خمینی چه میگفت؟ و یکی از حرفای آیت الله خمینی در زمان انقلاب: بنابر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دل خوش به این مقدار نباشید. و گوشه‌ای از ارتقای وضعیت مادی که چه عرض کنم وضعیت معنوی مردم ایران، به خصوص نسل جوان، نسل برآمده پس از انقلاب. از این نمونه ها بسیار اتفاق افتاده در سی و چند سال اخیر آقای سازگار. این نمونه ها بسیار هست و نمونه های دیگه‌ای که در زندان های ایران در جریان هست. میگم وقت ما متاسفانه کم، اما یک نمونه گسترده تر وجود داره که دامنگیر همه مردم شده: وضعیت اقتصادی. این وضعیت اقتصادی که جامعه دو قطبی شده، نیروی اصلیش از کجا میاد؟ که یک طبقه بسیار بسیار پولدار، طبقه وابسته به حکومت، و یک طبقه که چه عرض کنم اکثریت مردم ایران دارن میرن همه در یه چیز مشترک، محتاج نون شب. این محور این فساد بر چه اساسی است؟ من اجازه دارم آقای چالنگی نسبت به بحث قبلی دو تا نکته رو سریع عرض بکنم؟ اگر فقط اگه کوتاه بفهمیم ممنون میشم. ببینید، به نظر من در یک جمله عرض بکنم، احزاب سیاسی اگر خودشون رو روزآمد و بازسازی نکنن به سرعت میرن به موزه تاریخ. من زمانی نوشتجات آنتونی گیدنز جامعه شناس انگلیسی رو به پاره دوستان چپ اسلامیمون در ایران دادم و گفتم که نگاه کنید که تونی بلر روی دوش آرای گیدنز حزب کارگر انگلیس رو بازسازی کرده و اینطوری یک جریان سیاسی خودش رو بازسازی میکنه و نیو لیبر در واقع توانست کارهایی رو بکنه که اصلا فرسنگ ها با حزب کارگر قبلی فاصله داشت و خیلی موفق بود در دوره خودش. جبهه ملی ایران هم در زمان، با همه احترامی که من برای دکتر مصدق و دوستان ایشون قائل هستم، در دوره خودش حرف درستی بوده. ناسیونالیزم ایدئولوژی برآمده از انقلاب مشروطه ایران بود که از مد روز اون روز غرب بود، در قرن 19 هم شکل گرفته بود. البته بشریت در قرن 20 با دو جنگ جهانی هم بهای سنگینی براش پرداخت. بله، حالا این ولی از این اگه زود بگذاریم، ولی بله، آقای جبهه ملی به نظر من در مقطع انقلاب اسلامی مثل خیلی جریانات سیاسی دیگه، اتفاقی که افتاده بود یعنی شکست تفکر
ناسیونالیستی که هم رضا شاه، هم محمد رضا شاه، هم دکتر مصدق، هم غیره در دهه 40 جلوی تفکر انقلابی و انقلابیگری شکست خورده بود. در واقع به لحاظ فکری شما به آراء شاعران، نویسنده ها، اعم از اسلامی، این بله، اینجا نتیجه ای که میگیریم که شکست خورده بود، یعنی در برابر مدرنیته شکست خورده بود، ترقی خواهی شکست خورده بود، یا در برابر جبهه اونچه که انقلاب هست و انقلابیون، در برابر تفکر انقلابیگری که خود محمد رضا شاه اسم اصلاحاتش رو گذاشته بود انقلاب سفید، انقدر این تفکر غالب شده بود، گفتمان انقلابیگری مسلط بر فضای فکری جامعه و روشنفکری کشور بود که ناسیونالیسم به معنی نشرق نغربیش در واقع رنگ باخته بود. ببینید، من حالا نمیخوام وارد ریزش بشم، بله، ولی سیاست محمد رضا شاه نشرقی نغربی نبود آقای سازگاران. سیاست محمد رضا شاه نشرقی نغربی نبود، هم با شرق بود و هم با غرب. به همین دلیل هم اتفاقا از منظر آقای دکتر مصدق و موازنه منفی دکتر مصدق، مخالفین محمد رضا شاه او رو عروسک آمریکا، غرب، نمیدونم پاپت غرب و با کودتا سر کار اومده و غیره میدونستن. اتفاقا این یکی از اون مشکلاتی بود که رژیم شاه نتوانست دامن خودشو ازش بیرون بکشه. ببینید، راجع به روحانیت هم آقای دکتر آجودانی به نظر من بسیار گزارش خوبی در کتاب مشروطه ایرانیش داده و توضیح داده که چگونه در واقع روشنفکرها وقتی که با استبداد مقابل می شدن، نزدیکتری متحد نگاه می کردن، می دیدن روحانیت طبقه نیرومندیست که به هر حال با سواد هم هست، می رفتن اونو قانع می کردن که آقا کنستیتوسیون و مشروطه همین شرع انوره، می آوردنش به میدون و با زور اونا پیروز می شدن. یا در نهضت نفت، روشنفکر کشور با تفکراتی که داشت، روحانیت وقتی بهش پیوست پیروز شد، وقتی هم جدا شد شکست خود. در انقلاب اسلامی طولانی شد، کوتاه بریم به اصل، چون مطرح شد راجع به جبهه ملی و راجع به روحانیت می‌خواستم عرض کنم. اما ببینید، بابت نه، شما فرمودید که جبهه ملی و تشکیلات سیاسی خودشونو بازسازی نکردن نخیر، و آیا روحانیت شیعه بازسازی کرده بود؟ دقیقاً برمیگردیم باز به همون بحث، به یه معنی بله، یعنی روشنفکرها، شما برگردید به حرفای آقای خمینی و دوستانشون در مقطع انقلاب نگاه کنید و کتابهایی که نوشتن، تماما در واقع حرف انقلابیگری، انقلاب اسلامی، انقلاب تکاملی اسلام، اسلام مکتب انقلابی و غیره، کاملا در واقع آراء انقلابیگری رو که با یک موتور نیرومند جهانی حاکم بر جامعه ماست گرفتن و افکارشون رو با اونا تطبیق دادن کاملا. یعنی اگر روحانیت در مقطع انقلاب میگفت من میخوام برگردم به احکام شریعت و دست ببرم و سر بزنم و غیره، مطمئن باشید نسل اون روز هم مثل پدران پشت کردن، برعکس کاملا خودش تو بازسازی. آقای سازگار، با فرصت طلبی فرق میکنه. ببینید، روحانیت شیعه آقای خمینی تا پیش از اینکه انقلاب به قول معروف اوج بگیره، باز ایشون هم خواستار اجرای قانون اساسی بود، همونطور که آقای بازرگان نیست. اینی که بعد انقلاب میاد و انقلاب رو به پیروزی هست، آقای خمینی، تا یک مقطعی صحبت این نمیکردن که شاه باید برود، صحبت این نمیکردن قانون اساسی مشروطه چه اجرا نمیشه. آقای چالنگی، تا سال 56 در واقع هیچ کدوم از رجال سیاسی صحبت شاه باید برود نمیکردن. حرف بر سر همینه، درست. ولی موج انقلابیگری که از درون جامعه ما، زیر پوست جامعه ما شکل گرفته بود و اینکه شاه باید برود در واقع و ما انقلاب درمان درد هامون هست، بیش از یک دهه بود که تفکر غالب شده بود، به شکل شعار سیاسی در آمدنه. اجازه بدید پس من به عنوان یک شاهد، اجازه بفرمایید آقای سازگار، به عنوان یک شاهد، حالا بحث اقتصاد میرسیم، از آقای نوریزاده بپرسم، این نکته که بیش از یک دهه بود که شاه باید برود، نکته غالبی بود در جریان کل مردم ایران، اکثریت مردم؟ نه، نبود اصلا. اینجا خود من توی کنفدراسیون
به ندرت اون شعار اصلی ناسزا به شاه گفته میشد به حکومتش، ولی اصلا تصور این که شاه بره وجود نداشت. خود آقای خمینی در آخرین پیامی که دادن که من بودم داشتن میخوندن، اشاره شد که آقای دکتر مرحوم دکتر ثابتیان هم تشریف داشتن، گفتن که این پدر پیر که دیگه چیزی از عمرش نمونده اینجا میمیرم، خلاصه شما جوونا انشالله میرید و سعادت و خوشبختی رو برای ملت میبرید. یعنی تصور رفتن شاه وجود نداشت. آمدن کارتر و حرفایی که مطرح شد، کارتر اومد ایران، اون ستایش رو که از شاه کرد، اونایی رو که امیدوار بودن کارتر کندی بشه اونا رو هم یه مقدار ناامید کرد. ولی یک باره به نظر من عواملی دست به دست هم داد. یکی اون تظاهرات آمریکا بود وقتی شاه رفت و اون گاز اشکاور و گریه و اینکه آمریکایی‌ها رها کردن میدون رو، و بعد مسائل دیگری که اتفاق افتاد، اینا همه و همه دست به دست هم داد و در اینا این تصور رو ایجاد کرد که شاه نرم خو شده و قصد مبارزه و کشتن نداره. باز هم اگه یادتون باشه، خمینی تا روزی که شاه نرفت به ایران برنگشت، جرأت نمی‌کرد. تمام اینا وقتی هم اومدن، داریوش فروغل از توی فرودگاه مستقیم رفت که پیام آقای خمینی رو برای ارتش قره‌باغی ببره، چون تصور نمی‌کردن ارتش به این راحتی تسلیم بشه. پس کل قضیه که شاه می‌رود یک چیزی بود که بعد از تظاهرات نماز عید قیطریه که اومدن پایین، تو خیابون اصلا شعار شاه نبود، در 17 شهریور دو سه تا شعار مرگ بر شاه بود، بعد تو تظاهرات خیابونی روز تاسوعا وقتی که عده‌ای شعار ضد شاه بردن بالا، خود جبهه ملی و دیگران و دیگران و آقای بازرگان و اینا گفتن آقا کاری نکنین که بهمون حمله بکنن، و روز بعد تا میدان 24 اسفند مراقب بودن از جاهای دیگه این چریکا و گروه هایی که شعار مرگ بر شاه و نابود و غیره دارن نرسن، ولی به هر حال به میدان شهیاد که رسیدن این شعارا آمد قاطی هم شد. منظورم اینه خیلی با احتیاط بودن در گفتن لفظ مرگ بر شاه و شاه باید برود. کاملا موافقم. فکر کنم آقای سازگارم همینو میگن، میگن یعنی در واقع کسی تصورش رو نمیکرد شاه میره. این بود ماجرا. آقای سازگار خیلی کوتاه، چون طوفان شن در خوزستان مونده امروز روز. بله، من حالا به بحث مفصلی است. عرضم این نیست که آیا مردم کی در خیابون شعار مرگ بر شاه دادن. عرضم این است که تفکر این که انقلاب باید بکنیم و زیر و زبر باید بکنیم و نظام سلطنتی که سهل است تمام نظامات عالم رو هم کنار بگذاریم، این تفکری نبود که یک شبه شکل بگیره و چند حالا در میون خیلی ها بود، اما تفکر گسترده نبود. همیشه همین جوره، همه ی حرکت های دنیا هم همین جوره، بین نخبگان شکل میگیره، بین عرصه و دیروهای مرجع جامعه غالب میشه یک فکری، افکار رقیب رو کنار میزنه، در ایران بعد میاد روحانیت رو قانع میکنه، با خودش همراه میکنه، روحانیت هم میاد همین حرف ها رو میزنه. حالا بگید عوامانه زده، به نظر منم به یه معنی عمق این حرف ها رو بسیاری از آقایون روحانیون نمیفهمیدن اصلا، و اومده و بعد که به عامه مردم میرسه در حرکات طبیعی به شکل یه شعار مثلا مرگ بر شاه همه گیر میشه در سه ماه آخر، شش ماه آخر. اما ببینید آقای چالنگی، این موتور در واقع و این حرکت که منجر به تأسیس نظام جدیدی در ایران شد، از همون ابتدا به نظر من، الان که البته با اما چو الگشت آسان شده، ولی بر میگرده آدم نگاه میکنه، میبینه که در تحلیل نهایی ضعف تئوریک، ضعف فهم از اقتصاد، ضعف اصلا این که شما بخواید پشت به دنیای مدرن بکنید و یک روش جدیدی پیش پای بشریت بذارید، ناممکنه چون این کاری، ضعف این قبیل فکرها از همون بای بسم الله خودش رو در قانون اساسی نشون میده که سندی است پر از تناقض، پر از مشکل، و به تدریج که نسخه هایی که به نظر میرسید نجات بخش پیچیده شد در اون کشور،
از ملی کردن ها شروع شد، از مسئله خودکفایی صنعتی ادامه پیدا کرد، از عمران روستایی به شکل جهاد سازندگی که مدل شکست خورده ای شد اتفاق افتاد و البته بعضی کارها هم خوب پیش رفت، ولی مجموعاً حاصلش اقتصاد دولت سالار و آشفته ای رو رقم زد که الان به شکل فساد گسترده خودش رو نشون میده. دلایل اینکه این فساد چرا اینجوری شده قبلا تو همین برنامه بحث کردیم و الان کشور رو تبدیل کرده به یه تعدادی باند مافیایی که دائما با همدیگه اون زیر زد و بند دارن، ضمن اینکه گاهی با هم رقابت میکنن و رد پاش رو در پاره رقابت های سیاسی کشور هم میشه دید و ندانم کاری ها سوء مدیریت هایی که مسئله زیست محیطی مثل خوش یکی از طبعات. خب آقای سازگارا به نخبگان اشاره کردن، یکی از نخبگان انقلابی که در عرصه سیاسی ایران با انقلاب ظاهر شد و نقش در اون زمان بسیار مهمی داشت برای جوانانی که امروز هستن، من یادآوری میکنم آقای دکتر ابراهیم یزدی بود. گوشه ای از حضور فعال ایشون پس از انقلاب رو میبینیم در بازجویی از امیران ارتش ایران. منظور من اینه که آیا الان افرادی در مدر نظامی باید سیپ پادگان های خودشون برگردن یا نه میشن؟ آیا بازم در خیابون ها بیان یا برگردن تو پادگان هاشون نمیشن؟ باشتم که ساعت من عبور و مرور هست، ساعت من عبور و مرور کنترل میشه. یعنی اگر کسی در ساعت من عبور و مرور آمد بیرون بازم نداشونی که برگردن. خب آقای ابراهیم یزدی از جمله کسانی هستند که در ایام انقلاب نقش مهمی داشتند، واقعا یک شبه در عرصه داخلی سیاست ایران وارد شدند، نام آشنایی نبودند برای حتی جامعه سیاسی ایران در سطح داخلی به اصطلاح، و یکی از نقش‌های مهم ایشون نقش مترجم و سخنگوی تقریبا خارجی آقای خمینی بود، مترجم در مذاکرات محرمانه که بخشی از این مذاکرات محرمانه همچنان ناگفته باقی ماند. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فرد. آقای نوریزاده، طوفان شن در خوزستان، مصیبتی که زندگی، تنفس، هوای سالم، هوای پاک حق مسلم ماست، شعاری که مردم خوزستان در برابر استانداری برافراشتن، چرا ناتوانه ببینید حکومت ایران در تأمین هوای پاک برای مردم، چیزی که امکان پذیر هست؟ ما تأمین هوای پاک هم نمیخوایم، همون هوای خودشونو بزنن آلوده تر نشه. ببینید آقای چالنگی، این ریزگردها و طوفان شن یه چیز حادث نیست، این قبلا هم وجود داشته، منتها این شدت رو نداشته، حالا میتونه معلول تغییرات جوی و زیست محیطی و غیره باشه. اما در عربستان و در کویت و در امارات و در عراق هم اینا میاد، یه سلسله اقداماتی که بشر میتونه انجام بده، از جمله مثلا کارهایی که کردن کاشتن این بوته‌ها و درخت‌های متعدد هست در مسیر اینا، به گونه که مثلا یه وقتی که این ریزگرد ها میاد، واقعا من کویت بودم، تنفس نمیشه کرد، ولی انقدر اومدن درخت کاشتن جلوشو گرفتن که اون آثار تخریبیش انقدر زیاد نیست. به اضافه این که بی رویه کارخونه ها رو میدون دادن، مجال دادن در اطراف شهرها و بر آلودگی هوا افزودن، در نتیجه مردم رو در معرض خطر بیشتری قرار میده. به هر حال آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی به اعتقاد من لبخند و شادمانی که برای ایران نیورد، قحطی و خوشسالی و شما نشون دادید، بندم نشون دادم دریاچه بختگان رو که مردم کوزه کوزه اومدن آب میریختن،
زاینده رود رو، ارومیه رو، تمام در نیریز، هامون، دریاچه های ایران همه خوش شد، رودخانه های ایران خوش شد. اینا به خاطر اینکه ببینید رژیمی که به سرزمین ایران به عنوان سرزمین خودش نگاه نمی کنه، یعنی کشور ایران روی کشور اشغال شده می دونه، مردم ایران ملت تحت اشغالن. نگاهی که نازی ها به مردم لهستان داشتن، رژیم جمهوری اسلامی به ملت ایران داره. رژیم جمهوری اسلامی گلستانی در لبنان درست کرده، در جنوب لبنان، که وابستگان آقای حسن نصرالله برن اونجا حال کنن، بچه هاشون برن بازی کنن، ماشین های الکترونیک، برقی، چرخ و فلک، همه چی هم براشون گذاشتن. خونه هایی در زاهیه درست کردن، خونه های سوپر مدرن که آشغالاشون هم تو دستگاه میریزن خورد میشه. اون وقت در بم هنوز خونه ها ساخته نشده. در خوزستان هموطنان عربی ایرانی ما علاوه بر اینکه نساختن براشون مناطق ویران شده در جنگ رو، مزرعه هاشون هم هنوز بهشون پس نمیدن. زمین ها هنوز پر مینه. 25 سال از جنگ گذشته. ببینید رژیمی که به مردمش عشق نداشت، خود رو منتخب مردم نمیدونه، مردم وسیلن که سر انتخابات با کلک و حقه‌بازی بکشنشون پای صندوقهای رغبت بر پوز بدن که ما پایگاه مردمی داریم. معلومه به فکر مردم خوزستان نیست، معلومه نمیدونه اون ابو صالح بنی کعبی که اونجا مزرعهش و گوسفندش و گاوش رو از دست داده، بچهش تو جنگ کشته شده و حالا زیر طوفان شن نفس نمیتونه بکشه، خود و زن بیمارش، براش مهم نیست. براش مهم اینه که حماس عکس آقای رهبر رو ببره بالا، حماس بگه همین آقای چیز محمود زهار مصاحبه کرده و گفته بله ما مدیون نظام جمهوری اسلامی هستیم چون به ما پول میده. براش این مهمه، براش اصلا مهم نیست اصحاب اهل حق چی میگه، آقای هادی العامری در عراق زیر عکس آقا عکس میندازه، اینا براشون مهمه. حالا دین این گزارش که اخیرا اومد در سوریه، اصلا سپاه عملیاتو داره رهبری میکنه. ایران برای شما قربانی عملاً اشاره کرد از فرمان. بله آقای عمار، عمارم که رئیس پایگاه عمار آقای مهدی طائب گفته بودن، گفته بود خوزستان برای ما ارزش نداره، سوریه برای ما ارزش داره. خب این رژیم براش چه اهمیتی داره؟ قصر هست، باغ ملک آباد، قصر رامسر، ویلای نمیدونم کردان، اینا همه سر جاش. خب چه مشکلی پیش میاد؟ هیچ. با سپاس از شما آقای نوریزاده در لندن و سپاسگزار هستیم آقای سازگارا در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک، الوند، کوه دنا و زبرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.